چند سال پیش از حدود سال 86 به نظرم رسید که کار مستندی روی چند نمونه کارآفرینی انجام بده. مجموعی با 26 فیلم تعریف شد که قرار شد برای پیدا کردن بودجش مطلقا سمت جای دولتی نریم. خیلی حساس بودیم که از کسی که انتخاب میکنیم که فیلمش رو بسازیم پول نگیریم. پس کاری که میکنیم کار تبلیغاتی نیست. ما داریم زندگی واقعی فرد رو نشون میدیم. طبیعتا قرار از دیگر دوستان فیلمساز دعوت کنیم که هر کدوم قسمتی یا فیلمی از این مجموعه رو بسازن. کیا رو ما میتونیم به عنوان کارآفرین بشناسیم؟ کسایی که واقعا کارآفرینن، ایده خلاقی دارن، خودشون از صفر شروع کردن با امکانات خودشون. باید این مرزش با راندخاری روشن باشه. فضایی که در جامعه به خصوص در بین جوونا خیلی جا افتاده این ناامیدی و یأس هست که اگر نتونی به جریانات اقتصادی و حکومتی مملکت وصل باشی راهی برات وجود نداره. ما می‌خوام این آدمی رو معرفی کنیم، جزئیاتی از اون آدم نشون بدیم، لحظاتی از اون آدم نشون بدیم، در عین اینکه داریم اون آدم رو خوب معرفیش می‌کنیم، در واقع تبدیلش کنیم به یک الگوی دستیافتنی برای مردم. تولید یک پروژه‌ای که بتونه کمک بکنه نمونه‌های مناسبی رو از کارآفرینان موفق این اجتماع تبلیغ کنه، تشویق کنه رو خیلی مؤثر و مثبت می‌دونم. تصور ما این هستش که این مستندات هم مخاطب عام داره که همه مردمن و هم مخاطب خاص داره و مخاطب خاصش هم دانشگاهی ها هستن. یه اتفاق بزرگیه که میتونه توی توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور نقش داشته باشه. پس چرا نخوان حمایت کنن؟ ما نیاز به باور داریم. ما نیاز به امید داریم. این امید کسی میتونه بده که این راه و طی طریق کرده باشه. ما دنبال یه سری مرشدیم.
جزیره کوچکی از مناسبات مطلوب، حرفه‌ای و دلچسب رو تونستیم برای خودمون با جمع دوستانی که تو پروژه همکارمون هستن به وجود بیاریم. برای این پروژه از اول ما نداشته هامون رو گذاشتیم وسط، یعنی فکر کردیم که چیا نداریم، از جمله حمایت مالی. بحث سلامت مالی، حتی منابعی که تزریق میشه در این پروژه، برامون بسیار مهم بود. یک شیوه، یک راه حل جدید داره پیشنهاد میشه برای کار کرد. انتخاب کارگردان ها بر اساس شناخت ما از نوع نگاه، دغدغه ها، نزدیکی و مناسبتشون با شخصیت هایی هست که در مجموعه بهشون پیشنهاد میکنیم. نگاه ما به تهیه کنندگی همون بحث مشخصا حذف نگاه یا شیوه سود در تولید، این خودش میتونه در عرصه سینمای مستند ایران هم به نظر من یعنی نوآوری باشه. کجا دیگه همچین شانسی به وجود میاد که فیلمسازهای مختلف با دیدگاه‌های مختلف و چنین فضای نزدیک به همی رو بتونیم با هم شکل بدیم؟ شاید الان بزرگترین چالشمون همینه که بتونیم فیلم‌هایی تولید کنیم که با اون انگیزه های اولیه که هممون مطرح میکردیم نزدیک باشه. یعنی موضوعاتی با این اهمیت ساخته شه، با این شرایط، با این استانداردها، و خودمون داریم شرایطش رو ایجاد میکنیم. فکر میکنم این خب بزرگترین تجربه است. این الگوسازیه خیلی جا بیفته، یاد بگیریم چجوری اون چیزی که میخواییم از کارآفرین رو به مخاطب منتقل میکنیم. میتونیم خوشحال باشیم و امیدوار باشیم به آینده. با اون طراحی که برای پخش داریم، شاید یک سال دیگه ما بی نیاز باشیم از جذب حمایت مالی. کم کم این خودشون نشون میده در آینده و جوری هستش که حالا بقیه هم میان سراغ این پروژه. فرد معرفی میکنن، سوژه معرفی میکنن، حاضرن کمک بکنن، حاضرن سرمایه گذاری بکنن و این مسیر رو ببرن جلو. تا وقتی که امید هست، تا وقتی که تلاش هست، میتونه کارستان ادامه داشته باشه.